سینما یک بحث هست، مشاغل مختلف، موضوعاتی مرتبط با کرونا، شغل‌های متنوع در گوشه و کنار کشورم امروز تعطیل شده، مغازه‌های مختلف، صنوف، کسبه در مقاطع متنوع امروز خونه نشین شدن. به واقع از کجا ارتزاق میکنن؟ اونهایی که جای استخدام نیستن و شاغل در مجموعه نیستن و یا مجبورند خانه نشین باشن. گزارش امروز ما به خاطر درخواست شماست، مبنی بر همین موضوع. همراه ما باشین. سلام. سلام، خوبی؟ سلام، خوبی؟ آقا مگه نمیگن خونه بمونید؟ خونه ما چی نداریم، به مجبوری بیم سر کار. دی از کجا اومدی؟ من خونم قرشک باغرا بود. بعد کارتون چیه؟ لافتوز. ای داده بیداد، شما هم همین؟ ما لافتوزیم. بله، کار سبی نیست که دفتری بنام میشیم بیم اینجا. الان کاری انجام دادی نمیشون؟ اصلا نه، الان یه هفته کار نمیکنیم. واقعا تکلیف این عزیزان بنده خدا چیه؟ دو هفته الان 15 روز کار نمی‌کنیم. اصلا نه کاسبیه، نه کار، نه زندگیه. از افسریه برام میشیم با این تو چرخه، چرخه صدرآباد، شهران، امیرآباد، همه جا میریم. خواستتون چیه؟ خواستن یه چیزی که ما کار کاسبی می‌خوایم، یه بیکاری هست. بله، مسئولان که میگن حالا در منزل بمونیم، واقعا همچین افرادی هم هستن که زیر مجموعه اینجا نیستن. 5 تا بچه داریم، مجبوریم بیایم. اسم کار نگیریم آجی. آقا هم بپرسیم. آقا سلام، خسته نباشی، خوبی؟ دوستانمون در اداره پستن، خسته نباشی. این روزا خیلی زحمت میکشید. این عزیزان مجبورن واقعا و سعی میکنن احتمالا رعایت بکنن و 100%. خسته هم نباشید. به شما نگفتن شیفتی بشید چجوریه؟ نه فعلا. بعد زحمات رو ادامه بدیم. ممنونم، موفق باشیم. مرسی. اینجا خیابون جمالزاده است. فکر نمی‌کنم این کوچه تو عمرش همچین صفی دیده باشه. حدود 60-70 نفر اینجا وایسادن منتظرن تو صف داروخونه ببینیم چی میخوان. خب با یکی صحبت کنیم. آقا برای چی اومدین؟ شما نمی‌تونی حرف بزنی؟ برای گرفتن الکل اومدیم. الکل برای چی؟ الکل برای همون ویروس دیگه، ضد عفونی. شما چی گرفتی؟ ژل واسه دست شستن. الان اینجا خریدین؟ جای دیگه خریدم، میخوام الکل بگیرم اینجا. چرا انقدر شلوغه؟ چون سر بدیم نیست، یه کمیابیه. آقا از کی اینجا؟ یه روبی میشه، 10 دقیقه روب. چرا انقدر صفه؟ داروخونه های کمی آوردن، همه داروخونه ها نه آوردن. حالا اینجا آورده، بند خود از دیروز هم داره پخش میکنه. ما هم شنیدیم اومدیم بکیرم. نمیگین هم منزل اومدیم بیرون بیمار میشین، خطر داره دیگه. خب باید اینم داشته باشیم دیگه، این ضد عفونی هم باید داشته باشیم، وسایلی که میخریم بتونیم ضد عفونی بکنیم. چرا اینقدر صفه اینجا؟ رایگان میدن ارزون؟ نه قیمتش ساده بیرون خیلی مناسب تره. الان چند روز اینجا رد میشم میبینم صفه واقعا. بله هر روز صفه، مردم میان و خرید میکنن. چند گرفتی الکل؟ 59 تومن. جفتشو؟ بله. میشه ببینم؟ خواهش میکنم. حجم زیادی هم نداره ولی بالاخره کارتون رو میندازه. 500 میلی دیگه. چقدر وایسادی تا نوبتون شد؟ تقریبا یه 40 دقیقه. شغلتون چیه؟ من آزاد. آزاد. حالا این اینایی که شغلشون آزاده، واقعا تکلیفشون چی میشه؟ چه که برگشتی دارن شب عیده؟ وضعیت زیاد خوب نیست دیگه، به هر حال باید ساخت، ولی شرایط خوبی نیست. ما الان خودمون مستاجریم، هم خونه هم مغازم، حال با این شرایط باید ساخت دیگه، کاری نمیتونیم انجام بدیم. از لحاظ اینکه مردم یه مقدار خوب الان ترسیدن، وحشت دارن، خونن، بیرون نمیان، شرایط اقتصادی هم زیاد خوب نیست. ما خودمون الان کلی چک داریم، کلی بدهی داریم، اجاره هم افتاده عقب. حال با مالک هم صحبت میکنیم، مالک هم زیاد همکاری نمیکنه. خسته نباشی. خوبی داشت؟ خوبی؟ را کردم. شغلت چیه اینجا نشستی؟ حالا بیکار. از کجا میاری بخوری؟ اینجا میچرخیم، خرطوپر جمع کنیم میفروشیم، یه چیز دنیار میخوریم. کرونا با شما چیکار کرده؟ هیچ. منظورم اینه که با زندگیت، ارتزاقت. والله فیران میبینه که بعضی خیابونا همه خلوت، همه جا خلوت، هیچکی نمیاد بیرون، همه میترسن. یعنی چند تا اونایی که مجبورن میان بیرون فقط.
یکی مثل من که علافه، یکی مثل آقا که خون زندگیش برای بچه هاش برای خونش باید کار کنه، پول دریوار اون علافه. خلاصه فقر زیاده تو کشور ما. الان شما بخواید به این مسئولان عزیز که میبینن شما رو یه چیزی بگید، یه خواسته ای داشته باشین، تو این شرایط چی میگین؟ اونایی که گفتن آقا بشینین از خونه در نیاین. نمیشه در نیاین، آقا در نیاین از کجا بیارن؟ آقا سلام، خوبی؟ خسته نباشین. دیدم قدم میزنین و یه چیزی رو زمزمه میکنین. داد میزنم، ضایعات اینا میخرم. یعنی شما هم جز افرادی هستین که مجبورید از منزل بیاین بیرون؟ آره دیگه، چون چیز یا میره نداریم، اگه بیرون نیاییم دیگه نداریم که شب چیزی بگیریم. مجبوریم صبح بیاییم بیرون، بچرخیم یه چیزی چاریگیرمون بیاد تا شب بریم مصرف خانواده اینا. سلام آقا، تعطیل نکردین آقا؟ خوبی؟ خسته نباشین. تعطیل نکردین آقا؟ تعطیل کنیم چیکار کنیم؟ همینم میگم، یه عده مشاغل گیر کردن، میگن اجاره دیگه الان دقیقاً مثل یه اره گیر کرده دیگه، نمیتونیم کاریش بکنیم. یعنی اگه تعطیل کنیم از طرف طلبکار رو بدهی و نمیدونم چک و اجاره و ایناست، از طرفم تعطیل نکنیم کرونا میکشه، نمیدونیم باید چیکار کنیم. اما چی برای فروش شما گذاشتی؟ دستمال. نمیگم به شما کرونا داره مراقب میگم. کار میکنی پس؟ کار میکنم، پول خرجی خونه در میارم. چند نفری؟ 5 نفر. از کجا میای اینجا؟ از عبدالآباد. خستم نباشی، ولی خب خطر داره برای شما، باید خیلی مراقب باشی. حالا هرچه خدا خواسته باشه همون میشه. همه همینو میگن، ولی یه عده میگن تو خونه باشی. آره مجبوری ها؟ آره دیگه میام. چیزی چقدر باید در بیاری؟ هر چه خدا بخواد، کار میکنم میبرم خونه. دستتم درد نکنه، من ممنونم از شما، مرد بزرگ که زحمت میکشه، خداوند بهت روزی بده. در صورت واقعا یه دم مجبورن به این شکل، واقعا جواب اینا رو کی میخواد بده؟ اینا هم که توکلشون به خداست. خانم میگن نیاید بیرون، داستان چیه؟ من بدبخت دارم از سر کار میام. پرستاری؟ نه، ولی دارم از سر کار میام، مجبورم برم. آره. چی کار میکنیم با کرونا؟ کرونا یا کروله؟ بدبخت کردم، آره بلش کن. از کار بیکار شدیم، همین. دیگه درآمد دیگه نداریم، شغلمون همینه. از اون ور کرای خونه، از اون ور نکردن کار، از اون ور خرج خونه. موندیم دیگه، موندیم. الان آقایونی که میگن در منزل بشینید، جواب چیه؟ چی میگیم بهش؟ آقا ما هم از خدا میخوان تو منزل بشینیم. وقتی پول نداشته باشیم، 1 کیلو قند بخریم، شکر بخریم، خونه بشینیم چی بشه مثلا؟ زندگیتون تلخ. خونه بیرونمون میکنن، این نیست که تو خونه بشینیم. زن و بچه دون و آب میخواد دیگه. اینا حالی؟ خودم بمیرم ولی زندگی راحت بشه دیگه، زن و بچه که درآمد دیگه ندارن که. یعنی این خطرات کرونا رو به جون میخرید؟ میخرم که بیام 2000 کار بکنم، اونم متاسفانه کار نیست. شما که بشینید خونه، ملت اونایی که حالا لازم دارن تاکسی اینا میمونن دیگه، راهندای اسنپ. من نباشم یکی دیگه میاد، کار باید بشه دیگه. وقتی من خونه بشینم درآمد نداشته باشم، از کجا باید بیارم بخورم؟ ولی واقعا ریسکش بالاست دیگه. حالا با اینکه خیلی مراحت میکنیم، ضد عفونی و ماسک و فلان این، حالا که داریم چوبانه میخوریم نذاشتیم اینا، ولی بازم با این حال مراقبت ها رو انجام میدیم. شما که مجبورید انجام میدیم، همین کار دیگه رو بتونم به خدا. اون چیزی که مخواد بشه میشه دیگه آقا، دست ما نیست. ممنونم، خدا بهتون روزی بده. ممنون، خداحافظتون. اینجا یکی از رستوران های پرتردد شهره، یک سری سرویس بهداشتی یا همون دستشویی‌های سیار رو جلوی اینجا مستقر کردن. خسته نباشید. ببین کی صحبت میکنه با ما؟ خبری نیست؟ نه خلوته. بیرونبر داری این چجوریه؟ آره بیرونبر هم داره، میخورده خلوتتر شده، مردم جه نمیان بیرون. موفق هم باشین. ببین خسته نباشین. دیدم که دستشویی‌های سیاری گذاشتین برای شستشو بهداشت مردم، کار قشنگی بوده. من از شما تشکر میکنم، بالاخره اینجا مراجعه کننده دارین. یه عده که نمیتونن به واقع ارتزاق کنن، منظورم شغلی ندارن، واقعا چیکار کنن تو خونه بشینن؟ متاسفانه دیگه
دردیه که تمام جامعه رو گرفته دیگه. ما خودمون خیلی از کارگرامون رو فعلا شب عیدیه رد کردیم رفتن خونه دیگه. حقوق هم دادیم بهشون. دیگه میدیم مجبوریم بدیم دیگه. از کجا باید جبران بشه حالا به هر حال یه کارفرما وقتی کسی کارفرما میشه باید به هر حال این موقعیت هم در نظر بگیره. بله. خیلی ممنونیم از شما. خواهش می‌کنم در خدمت باشید. سلام آقا چی سفارش دادین؟ خوبین؟ میگم تو این وضعیت اومدید بیرون چه جرأتی دارین؟ چرا؟ برای کرونا اینا میگم. نه بابا ترس نداره. خسته نباشین. آقا شما رو تعطیل نکردن؟ نه. چون میگن یه عده مشاغل باید تعطیل بشن. کلا همه باید خونه نشین باشن. چی بگی؟ شما نگفتن؟ نه فعلا نگفتن. بهداشت هم رعایت میکنید یه غذا میبرین برای مردم؟ بله. خدا بهتون توان بده موفق بشید. همین برای خدا دست تو ضد عفونی کن بهداشت رو رعایت کن. شما با همین دست به نفرات بعدی هم میخوای پول بده. بله. با هم نگهدار اثر کنه چش. الکلش نپره با هم نگهدار. همه به نوعی درگیر این ویروس مخربن ولی یه دم خیلی عادی زندگیشونو دارن اینجا میان آش میخرن حلیم میخرن و مشغولن. آقا خسته نباشید. همه چی عادیه؟ بله بله. میگن داخل منزل بمونید. شما اومدین آش بخرید؟ داخل منزل بودیم اومدیم وسیله بگیریم یه کاسه آش هم بگیریم که کنار خانواده. این روز اول زندگی. بله. ایشالا بهتون بچسبه ولی باید بیشتر مراقب باشید دیگه به خاطر کرونا اینا. موفق و معید باشید. آقا سلام خوبین تعطیل نکردین؟ پیتزا رو بالاخره میپذیم. فقط پیتزا میتونیم بزنیم ولی به خاطر اجاره مغازه همون مونه. چقدر اجاره میدن؟ ما 6 تومن اجاره مغازه همونه با هزینه هاش اجاره 8 میلیون. الان ما 3 نفر بودیم خودم تنها واسرم چون زن و بچه داریم مجبوریم واسیم فعلا تا ببینیم چی میشه. خبری هم نیست اصلا خبری نیست. میدونم. بعد حالا اگه خونه بشینید واقعا روزیتون رو چه کسی میتونه تامین کنه؟ والا خونه بشینیم که روزیمون رو دست خداست. میبینی این دوستانم سر کارن مجبورن شاید نمیدونم شاید اینا میخوان برن مسافرت یواشکی. نمیشه رفت تو اینقدر شلوغه. آقا سلام خسته نباشین. خسته نباشین. خوبین؟ خدا قوت. یه سوال بپرسم آقا این روزا مگه نمیگن نرید سر کار؟ والا ما کار عقب افتادمونه. یه دم میگن که نریم سر کار از کجا ارتزاق کنیم؟ نه بحث کار نیست. ما هم خودمونه که کار تعطیل شدن بریم خونه بشینیم. این کار عقب افتادمون هم انجام بدیم 100% رفتیم خونه. والا صحبتشه که هستن ما حتی تا اونجا که میتونیم رعایت هم میکنیم. خوبی؟ اومدی بیرون از بیمارستان؟ فهم جوازمایش بگیرم. خیلی ممنون که زحمت میکشید شما و همکاراتون. اینجا کرونایی هم بستریه دیگه؟ همشون کرونایی. بیشتر کرونایی. بچه های بهداشت و درمان خیلی زحمت میکشن. خواهش میکنم. همه چی مرتبه؟ همه چی. اگه به شما بگن خونه بشین میشینی خونه منتظر؟ نه نه همیشه من میام. میگن شما خط اول خدمتی. بله خواهش میکنم. وظیفه هم باشی. سلامت باشی. خواهش میکنم. خداحافظ. سلام خسته نباشی. مهدی بیا بالا. آقا خالی اتوبوس. مسافر نداریم. بین شهر تاون زده شده. آره ما خودمونم موندیم. نمیدونیم چیکار. شما مجبورید بیاید. ما خصوصی هستیم. اصلا مسافر نداریم. خودمونم موندیم برای مسافر. اصلا درآمد نداریم. بعد یه عده ما شنیدیم گفتن آقا اونایی که مثلا میخوان نیان استعفا بدن بعضی از شغلا. بله درسته حرفای شما کاملا درسته. چون مجبورن بیان. بله بله. در هر صورت چیکار باید کرد؟ در هر صورت یقه کی رو باید گرفت؟ چی عرض کنم والله نمیدونم. میبینید که در چه وضعیتی هستیم. در هر صورت اونایی که میتونن بعد منزل بمونن اونایی هم که نمیتونن باید رعایت کنن اصول و دستورالعمل‌های مراقبت درباره کرونا و جلوگیری از انتقال اونو. حداقل تنها کاری که میشه در شرایط حاضر کردینه. واقعا بعضی مشاغل این امکانو ندارن که در خونه سکنا بگزینن و بمونن
ولی اون عده‌ای که مجبورن باید خیلی مراقب خودشون و خانواده و اطرافیان باشن. ممنونم از همراهیتون با تی وی پلاس.